بس دیگه. برای چی؟ استاپ. بس. بس خود خستگی در کنی. برای چی؟ میخوام یه معما بگم. دوست داری؟ بله. بفرمایید. بگم. بله. اگه گفتی این آتش نشانا چرا بند قرمز می‌بندن به شلوارشون؟ نمیدونم. فکر کن خب یه خورده. نمیدونم. خب واسه اینکه شلوارشون نیفته. بیمزه. سلام بچه‌ها. سلام آقای رئیس. سلام باشین. چطوری؟ بله شما مرسی. چه خبر؟ سلامتی برو. قربان فراد جان. دیگه ما خودمونی شدیم دیگه آقا. آقای فرهاد جون دلم آقا چطوری؟ قربونه خسته شو این کار یه دقیقه ول کنی میخوام یه معما برات بگم. چون آمادگی شو دارین یا نه؟ چون ببین بچه‌ها اگه گفتین این مامورای آتش نشانی چرا بند شلوار قرمز میبندن؟ ما که عدد نیستیم جواب بدیم شما بفرمایید. خب بابا برای اینکه شلوارشون نیفته. اصلا گلوله نمک ای جون من فرج این مناظره شیرینی چیه؟ من نمیدونم این شیرینی چیه؟ چیه؟ ایشون آورده شیرینی راستی بفرمایید. صبر کن صبر کن آقا شما سیبیل تو درست کردی؟ یعنی شما هیچ تغییر نمیبینی؟ نه کتش جدیده. ها کتته. بابا اینه که من چند وقته دارم میپوشم. دماغ تو عمل کرد. آها همینه. آره کدوم دماغ؟ پچی با. آقای رئیس شما چیزی نمیبینی؟ نه. والا من نمیبینم چیزی. بگو دیگه. قربونه شکلت. قربونه شکلت. فرهاد جون. عینکمو برداشتم لنز دودی گذاشتم. بگو. دمتون گرم. لنز دودی گذاشتی؟ دودی مبارکه مبارکه بده بچه ایشالله که این لنز تا آخر عمر رو چشت باشه آقا قربان تو من برم به کارها برسم خیلی خوش دیدید بله سلام بابا سلام بابا یه زنگ به من فوری بزن بعدم پول برام بفرست حالا 50 دفعه بهت زنگ زدم زود باش بله بله چشم سلام بابا سلام بابا جانم خوب گوش بگیر ببی چی میگم بله پسر عموت داوود از برره را افتاده تو راه داره میاد پیشت پسر عموم بله آره بابا باید براش کار جور کنی بهش برسی بابا پدر جان بابا جان ول کن من اینجا که انقدر بی غیرت نباش اگه بله. براره یه واقعی بودی الا باید از خوشحالی زوزه میکشیدی بله بله برا پسرموت کار پیدا میکنی چون او بیکاره طبق رسم براره اگه براره بیکار باشه براره یه دیگه کمکش نکنه بیشعوره ببخشید بابا کدوم پسر عمومه؟ بس کودنی خوبه حالا 20 تا عمو و 173 تا پسرمو بیشتر نداری بیشتر بود چه میکردی؟ آها بله کار نداری بری بمیری چشم قربون شما خداحافظ شما کسی مرده پرها؟ پسر عموم داره از برره میاد اینجا به سلامتی آقا خب میاد برره ای بیاد اینجا دیگه نمیره دیگه هیچ جا نمیره آقا دست برمیسا از شاید درد نکنم آقا شاید هدفت پولش عزیز جان بله؟ پولش هرچی؟ کرایه شو بده آه ببخشید مگه تو تهران برای یه بار سوار شدن پول بگیره؟ بله؟ تهران برای یه بار سوار شدن پول بگیره؟ چی میگی آقا تو؟ کرایه شو بده تو برره شما تشبه نگورده تو برره دور اول مفتکیه کرایه شو بده آقا چقدر میشه؟ 800 تومن پول ندار پول نمیبردم رو حساب براره پول نمیبردم آقا سلام علیکم سلام علیکم اول شما قربان شما شما خوبه قربان شما آقا ایدی بده بله ایدی بده آقا
عیده. بله آقا. عیده چیه الان؟ عیده آقا. عیده چیه؟ امروز عیده، امروز در شمال برونه ها، امروز عیده کباب مایتاب است. بله، 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 عیدی بده آقا، عیدی. یه محبت رو کنی، کرایه اینو حساب کن، من با جفتش رو هم حساب کنم. من کرایه آقا رو شما آمده من حساب کنم. من پول اصلا همرام نیوردم، پول کرایه آقا رو حساب کنم، من جفتش رو هم حساب کنم. نه، بعدا میدی؟ آره بابا، جفتش رو هم حساب کنم. من آقا فراد میگم، نه یاد میری، من از آقا فراد یاد. جفتش رو هم، جفتش رو هم. من رو حسابه چقدر میشه؟ اونجا 800 تومن. 800 تومن پول خود ندارم. نداری؟ پول خود ندارم. منم ندارم. چه؟ من پول خود ندارم. نه؟ من ندارم. شما نداری پول خود؟ نه. من ندارم که همون بود بادم میگه ندارم. اینو بده نه؟ شاهکاره. آقا قربان تو بشم. من حساب میکنم. قربان. بکش آقا جان، دستتا بکش. پسر امو چی ها؟ من اگر شکر فرهاد بودم که تالا خودم 98 تکه کرده بیدم. فرهاد نیستا. بفرما شما بعدا تشریف بیار آقا جان. ببخشید من پسر اموی آقا فرهاد هستم، همه اعلانم از برره رسیدن. نه خب میگم فرهاد نیستا. ابنه من همینجا پیش شما وای میستم تا آقا فرهاد بیان. اینجوری میخوای وایسی؟ پیشتون وایسم. کار ما در آمده، بفرما آقا جان، بفرما. بفرما داخل. دیر نشده باشه. فقط خدا کنه دیر نشده باشه. مثل اینکه دیر شد. دیگر رو دیده بودی؟ بله، فکر کنم تقریبا من 8 ماه هم که بود یه بار روی کتاب فیزیک شما کار خرابی کرده بودم. خاطره شیرین از همون موقع تو ذهن من مونده بود. تو خجالت نمی کشی که اومده تو خونه پدرزن داماد سرخونه شدی؟ هی میخوری؟
کتفرت مطلق شدی، اون وقت با میلاد از گشنگی بمیره. برو ببین. من واقعا دیر رسیدم. الان برای چی گریه میکنی؟ خب دلم به حال سرنوشت پسرمو داوود سوخته، دارم براش گریه میکنم دیگه. مگه سرنوشتش چی بوده پسرمو داوود؟ خیلی سخت و دردناک بوده. میدونی چی بوده؟ موقعی که بچه بوده خونهشون آتیش گرفته، خونهشون سوخته. بعد موقعی که خونهشون سوخته داداشم آتیش گرفته سوخته مرده. بعد اینا که تازه چیزیه به خاطر خرجی خونه رفته یه جایی صدا کار کرده. بعد اونجا که کار کرده صاحب کارش انقدر سنگدل میرم بوده روزی 3-4 بار فلکش میکرده. داداش فرهاد شما خیلی سنگدلی. بعد دیگه همین ببخش خوب شما سنگدلی دیگه. بابا جان اینا رو خودش براتون گفته؟ بله برای همه گفته. خودت برره‌ای هستی؟ اخلاق برره‌ای ها رو نمیدونی اینجوری دروغ میگن؟ داداش فرهاد پسرم اونتونه، چرا زد تو دلتون مهر و محبت نیست شما؟ من تو عمرم تا حالا ندیدمش، با چه شلوغ میکنی؟ پسرم اونتونه. پسرم تو هم هست، حالا دیدیش؟ اصولا به خاطر اینکه من همیشه آدم سر به زیری بودم از اون بچگیم ندیدمش، اما شما که سر به زیر نبودید خب باید مهر و محبت تو دلتون باشه بهش رحم کنید. بیچاره بدبخت گناه داره. خب چایی تو ببر. گرفتار شدیم. پسرمون داوود میخواید شما بقیه شو لطف کنید تعریف کنید، اما ببخشید قبلش اجازه بدید. من لازم بگو ببر ببر داداش فرادم که نمیخواد. ببخشید تا کجاش من خدمتتون عرض کرده بودم؟ شما آقا سر کلمه گوساله که رسیدی ای فرهاد آمد. بله اون گوسالمون هم که مرد بعد وقت ننه گوساله گاو بود دیگه، شاخ داشت اومد زد با شاخش خواهر منم کشت. بابه بعد ننم از قصه خواهرم، از قصه مرگ خواهرم ننمم بود. قبل از این که بمیره کلیه هاش از کار افتاد، من خودم جفت کلیه هامو دادم به اون ولی بازم مرد. یعنی تو الان کلیه نداری؟ یه اندازه دوزاری. بعد با این انقدر چجوری زندگی میکنی؟ خیلی سخته، خیلی. خلموک تو تو سرت مغز نیستا؟ کسی از تو ایراد گرفت که چجوری زنده ای؟ حالا که میبینی آقا داوود بیچاره زنده است، هیچیش هم نشده. بهتره بریم غذا بخوریم. بگو که زهرمار بخورم، من کوف بخورم. خب بفرمایید طغرل بشقابتون. دستت درد نکنه دخترم. آسا شادی جان ممنون. فرهاد بشقاب آقا داوودو بده. دست شما دارم. نه اگه میشه یه مقدار بیشتر برم. بله حتما بکش، همه رو براش بکش دخترم. همه رو بکش. همه بکش. بله. پسرمو داوود. خب شما وقت الان چی کار دارید میکنید؟ الان که دیگه هیچی. بعد اینکه بابام رفت رو ریل قطار رو خوابش برده بود و قطار اومد از رو پاهاش رد شد و زمین گیر شد، خرج 15 سر آیله افتاد گردن من. یعنی همه خواهر برادرم و ننم و اینا همه خرجشون افتاد تو دوش من. بعد خودت هم که میدونی آفرا
تو برره که کار حسابی پیدا نمیشه که خرج 15 سال آلر بتونی بدی. مجبور شدم بدم شهر تهرون که بلکه آقا فرهاد یه کاری بر ما پیدا بکنه. حتما فرهاد این کارو میکنه. باید. من حتما خیالت راحت باشه. فرهاد بی غیرتی اگه براش کار پیدا نکنی. نامرد باشی. من آخه ببینین بله من حالا سعی خودم میکنم. ای خب پس حد شد دیگه داداش فرهاد براتون کار پیدا میکنه. غذاتون رو بخورید. بله دیگه شب شد من با اجازهتون رفع زحمت میکنم. قربان تو خیلی خوشحال شدیم. قربان شما. آقا داوود اصلا نگران نباشین ها، حتما از فردا میرین سر کار. فرهاد این کار میکنه نه؟ بله دیگه من صبح منتظرت هم اینجا که بیای بریم اداره. دست شما درد نکنه. سلام داوود ببخشید معذرت میخوام. خب شما وقت امشب کجا میمونی؟ من جایی ندارم که بخوابم. من میرم پارکی جایی یه نیمکت خالی این چیزی پیدا کنم میرم همونجا میخوابم دیگه. با اجازتون ببخشید. از رو جنازه من رد بشی که بره تو پارک بخوابی. یعنی فامیل ما بره تو پارک بخواب. از پسرمویت پسر عمی حق ملکیش بیا بابا تو چادر من دیگه بخواب. نه من مزهرم نمیشم. قربونت برم خیلی خوشحال شدم. قربونت برم. نه بیرسی خدا سهل بیرسی آقای تغرون میمونن. حرفای کتا پشت خلموکه گوش نکن. دورم میخواد تو رو در بایسی بذاره. میاد تو چادر من میخوابه. نه شما در نکنه. فضا مشمول چشم من باید. راضی به زحمت شما نبود. نه بابا چه زحمتی بیا بابا جان. خدا. خدا. مهتاب دوباره چیه؟ چی کار باید بکنم دیگه؟ فرهاد تو با این بزرگواریت منبع الهام من شدی. من متوجه نشدم. حرف نزن. تمرکزم رو به هم میزنی. بچه یه همسایه یاسمنگولا پول ندشته. یاسمنگولا قلکشو برای اون شکسته. پول ندشته؟ چرا همچین حرف میزنی؟ خب ندشته به خاطر اینکه با شکسته با هم دیگه جور در بیاد. آها قافیه هاش. من اگه فکر کردی که اینجا کنگر خوردی لنگر میتونی به نزیم پنبر از گوشت بیرون کن. من خودم اینجا داماد سرخونم. این مظلوم نمایی ها رو واسه من در نیار. مفهومه حرفان؟ بریم. این فیلم ها رو اینجا بازی نکنین. اشک اینا رو در بیار پدر منو درارن. نکنین کارو. فردا جلو پلاس تو جمع کنی کار تو اینجا پیدا میکنم میری. واسه خودت نمیدونم چی کار میکنم. بریم. تو کلیه نداری نه؟ کوچیکه اینقدر. یه جوری میزنم همون انقدرت هم بتره که ها. بفرمین حالا. پدر من گفتن شما خیلی آدم شریفی هستی. البته من خودم به این مسئله واقف شدم که شما رو دیدم که شما چقدر آدم شریفی هستی. یه چیزم اضافه کردن گفتم خدمتتون عرض کنم. پدرم گفتن
آقا فرهاد دیدی خدمتشون عرض کن که من دیگه اون چکا رو به اجرا نمیذارم، یعنی بابای من چکای بابای شما رو به اجرا نمیذاره. حالا بریم. چقدر جالب. بچه ها گوش کنید. نکن دست نزن بدارم کار میکنم. راست فرهاد یه دقیقه میشد با من باشه یه خبر بخونم. تو زمان نوشته که در استرالیا یک گردباد یک گاو را از جا بلند کرده و یک کیلومتر آن طرفتر از پنجره خانهی به داخل برده و صاف گذاشته روی یک میز که زن شوهری پشت آن مشغول صرف شام بودن. جالب نیست؟ بی خود انرژی تو مصرف نکن، رئیس اون نیست. سلام بچه ها. سلام آقای رئیس. بفرمین. قربونتون برم. بفرمین فرا جون، راحت باش راحت باش. چطورین؟ بفرمین خواهیش میکنم. آقای رئیس جانم، ایشون پسر عمومه. آخو به سلامتی به سلامتی. فرموده بودین اداره آبدار چی میخواد؟ آه این اصلا انقدر امن و انقدر کاری و انقدر زرنگ ماشالله. مورد اعتماد ماشالله ماشالله ماشالله. نه اصلا قیافش معلومه. در زم فراد جان اصلا کسی دیگه شما معرفی کنید دیگه اصلا ردخور نداره دیگه. باش آقا جان باشه. ایشون هستش توی کار ما. در زم به خاطر ورود ایشون و به خاطر اینکه خستگیمون هم در بیاد میخوام براتون یه جوک تعریف کنم. آمادگیشو دارین یا نه؟ آیا باید شما هم گوش کن. وعیدی شما هم گوش کن. بله بله بفرمایید. میگه در استرالیا گردبادی یه گاوی رو بلند میکنه با سرعت میکنه به یه پنجره میندازه روی میزی که یه زن شوهر مشغول سرد غذا بودن. ای بای شوهره بلافاصله میگه خانوم من میدونستم امشب گاو پلو داری. چکار کنم؟ من چکار کنم؟ رئیس ایشونه. خیلی خوب خیلی خوب عجیبه. من واقعا اگر میدونستم که جوک من اینقدر حال ایشونو دگرگون میکنه اصلا جوک نمیگفتم. باور کن فراد. خیلی خوب خیلی عجیبه. اصلا یک آدمی اینقدر در مقابل طنز قوی باشه و قدرت داشته باشه خیلی عجیبه. خیلی خوب. ببین عزیز من همین الان می نویسم از همین فردا حقوق تو رو ببین از پایه همین جور دو برابر اضافه کنم. فرها جان نبوده. الهی من قربون شما برم. شیر زبونی ده آبقن به تو بخو. من خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم بهتون تبریک میگم پسرم داوود. عبدالله یه کار خیلی خوب پیدا کردین آقا داوود. فرهاد من واقعا ازت متشکرم. تو خیلی بزرگواری. نه چیه من اصلا یه پیشنهاد دیگه دارم. به نظر من خیلی خوب میشه که مجسمه داداش فرهاد به عنوان سمبل مردانگی تو میدون اصلی براره بزن. ای وای آقا داوود شما که دیگه کار پیدا کردین پس واسه چی باز گریه میکنی؟ میگم پسرمون داوود اگه مشکل حقوقتونه خب داداش فرهاد از حقوق خوش میذاره رو حقوق شما. کپلا بچو پیده گل میکنه. ای چیه دوباره؟ البته اینم فکر بدی نیست اگه این کارو شما بکنی. اما فرهاد من ممنونه دست درد نکنم. مشکل من اصلا مشکل کار نبوده. مشکل من مشکل کار نبود. من مشکل هم دیگه. چیه مشکلت؟ درست بگو بفهمیم. من پارسال که اومده بودم واسه کار تهرون خب یه مشکلی برام پیش اومد. آخه
شروع نکن دوباره. همونه، همون مشکل داره. بفرمایین چیه؟ من باز هر اومده بودم با تو کار کردن درون بده بده بلال برره، بلال برره آوردم. چه بلالی؟ بلال شیر برره. به 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 به، این بلال کجا بوده؟ بلال آوردم آقا. بده بده خاندار بچه دار، بلال برره شیره. بده 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 بلال برره. بده 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 بلاله. سلام. سلام. سه تا بلال بدین. بله بله. سه تا، سه تا بلال بدین. بلال آقا، بل بلال. بفرم دستتون درد نکنه خیلی نپخته. بفرم بفرم من دارم. مرسی. این که باد بزنه گذاشتم برات اینجا. بفرم آقا. بری درد نکن. نوشه جان. با اجازتون بری. یه باشی شد پسرم داوود. بعدش با اجازه آقا فرهاد من رفتم خواستگاری. خب شما، یعنی شما که نه، یعنی اونا حق داشتن که به تو دختر ندن. اصلا تو بی خود رفتی خواستگاریش. هر کسی باید حد خودشو بدونه. فرهاد خیلی سنگدلی. این چه طرز صحبت کردنه؟ پسرمو داوود، شما که دیگه الان رفتید سرکار، خب کار دارید دیگه. خب پاشه برید خواستگاری دختره. دختره دیگه خواستگاریش. الان سرکار هستم، ولی خب مشکل که فقط کار نیست، مشکل بزرگتره. آدم وقتی بزرگتر نداره با آدم بیاد بره خواستگاری. حالا کار داشته باشی، پول داشته باشی، چجوری میتونی به اون دختری که میخوای برسی؟ کاش بابام پاهاش سالم بود، کاش کلیه ها رو از دست نداده بودم.
کاش خواهرمو گاب نزده بود بکشه، اقلا بانو میدنگ چرا اینجوری من نگاه میکنیم؟ بی خودی به من نگاه نکنین، از این فکر کاملا بیاین بیرون. شامتون رو بخورین. صحبت نک شابت ابکر. راجع به این موضوع لطفا حرف نزنین، این فکر رو از سرتون بیرون کنین. چجوری بگم؟ فرهاد، من میخواستم بهت بگم که تا حالا که آقایی کردی، همه کار کردی، کار واسه آقا داوود پیدا کردی، اینم بیا تمومش کن، بریم خواستگاری. داداش فرهاد، یه کاری نکنید که تا آخر زندگیتون دیگه نتونید هیچ وقت توی براره سرتون رو بالا کنید. من نمیتونم این کار بچه گرفتارش. داداش فرهاد، خواهش. فرهاد، اگه این کارو بکنی، قول میدم 4 روز هفته واسهت قرمه سبزی درست کنم. منم قول بهتون میدم که اصلا هر 7 روز هفته هم لباساتون رو تو کار هم کفشاتون رو باکس. بابا به من چه ربطی داره ماجرای خواستگاری این چه گرفتاری؟ شما مهربونید به خاطر اینکه دیگه بعد این آوازه مهر و محبتتون توی براره همینطور میپیچه دیگه، همش همه حرفش میزنن. داداش فرهاد، خواهش. به من ربطی نداره. فرهاد. آخه باید ربط به من نداره. داره ربط داره پسرمون چونه؟ پسرمون یعنی خیلی خوب مخم ترکید. قبوله. مخم قبوله. این چیه؟ شماره تلفنشونه، زنگ بزنید قرار بزن. برو خواستو کن بزنید. ده برو بیرون. پسرمون پسرمون بله بله خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، لطف کردین. پس ما اگه اجازه بدین فردا 4 بعد از ظهر خدمتتون میرسیم. قربان شما، خیلی ممنون. سلام برسونید، خواهش میکنم. خداحافظ. شما حله داوود، این آخرین کاریه که من برای تو انجام میدم. بله داوود، نه ای آخری بو کاری که اصل ادی که بگوزی ما نه. حالا بگوام آفراد چشم آخرش نه. فرهاد میگم که با این سر و وضع که نمیشه، باید بریم یه چند دست لباس واسش بگیریم. بله یه چند دست لباس باید بگیم، آخه اینجوری بریم خواستگاری؟ ببخشید من خودم یه چند دست لباس آوردم از براره، میخواید ببینید اگه اون لباسا به درد نخورد بعد اون وقت بریم لباس بگیریم. من چند دسته بپوشین ببین. بله چشم، ببخشید. یعنی خیلی خوشحاله. این چیه؟ لباسی که اولین بار یاسمن خانم من با این لباس دیده. بعد عرض به حضورتون اگه با این لباس برم احساسات نوستالژی که یاسمن خانم رو برمی‌انگیزه. عرض به حضورتون آفراد، چیزای دیگه هم هست میخواید اونا رو بپوچم؟ حالا اگه این ذره زایی هست. خوبه؟ دیگه چه لباس هایی آوردی؟ یه دست ساری هندی دارم، عرض به حضورت یه کلاخود دارم و زره، یه دونم لباس راگبیه، البته توپش یادم رفته از براره بیارم، اگه فکر می‌کنید لازمه برم اونم بیارم از براره.
نه لازم نیست اونو بیاری. نمیار. من میگم فردا حتما باید قبل از خواستگاری بریم واسش لباس بگیریم. بابا این ببخشید من پیشنهاد میکنم که اگر امکان داشت یه سلمونی هم برن. خیلی خوب میریم فردا خرید. خوشگل شد فرهاد این که اصلا فرقی نکرد. همینه دیگه ببین یه برره یه اصیل رو اصلا مشکل میشه عوضش کرد. هیچ کارش نمیشه کرد. همینی که هست. بفرمایید قربان چه خدمتی از دستم ساخته است؟ عرض کنم که ما یه دست کچلوار میخواستیم برای ایشون، برای خواستگاریش میخواد. فقط ببخشید آقا، میخواستم که خیلی شیک باشه. چشمان ممنون. بفرمایید این کچلوار ایتالیاییه قربان. ایتالیاییه؟ بله، بهترین کچلوار این فروشگاه. خیلی ممنونم. قیمتش چنده اینا؟ 238,000 تومان. 238,000 تومان؟ بله. خیلی ممنون. نه ما همین کچلوار معمولی میخواستیم یه دست. بله پایین تر هم داریم. بله و همین معمولی از اینا یه دون انتخاب کنیم. اصلا شما نمیخواد خیلی خودتون به درد سر بندازید. نه چه آدم بدبختی، اما بی کس و کارم و هیچی اصلا ندیدم به دنیا. اصلا من هیچ ندیدم و هیچ نمیخوام. صداقت بهتر از هرچی. من با همین این میرم خواستگاری بهتر. صداقت ندارم. پسرمون آبود شما اصلا نگرم نمید چی چون قولو نهار نمید. این دلاش فرد انقدر دست و دل بازه که از حدم میخرم نمید. نگرم نمید. من راضی به زحمت نیستم. خواهش میبارم همینو بازش بکنم. آقا خیلی متشکرم. من امکان نداری این کچلوار رو برای ایشون. من برای خودم 238,000 تومان تالو ندادم کچلوار. کافیه. بفرمایید. خواهیه بار. امکان نداره. همه چیز رو به راهه.
فرهاد، ما همه از تو تشکر میکنیم به خاطر زحمتایی که کشیدی. بله خواهش میکنم. ببخشید من فقط قبل اینکه زنگ بزنم یه چیزی پسرم داوود کفششو تمیز کنه. کفشتو تمیز کن بده من اینا رو. خوبه. خیلی خوب اینو بگیر. زودتر زنگ بزن بریم قال قضیه کنده بشه. بده من اینو. طبقه سوم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. قربان شما. خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. زنده باشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. نه قابل. زنده باشید. مرسی. بفرمایید. خوب هستین؟ شما خوبین؟ قربان شما. خوش آمدید. بله خوب هستین شما؟ خیلی خیلی خوش آمدید. خب چه خبره قربان؟ سلامتی، خبری نیست، خیلی ممنونم. شما چه خبر؟ ما هم خوب هستیم الحمدلله، ولی منتظر هستیم خبرهای خوبی رو از شما بشنویم. بابا، مامان، اگه لطف بفرمایید دیگه شما خودتون برید سراغ اصل مطلب. من بله بله، من عرض کنم که پسر من پسر خیلی خوبیه و کاری هم هست به هر حال. بله من در تکمیل حرفای پدر باید این مسئله رو اضافه کنم که من توی دفتر مهندسی هستم، آرتیشکتم و بالاخره یه درآمدی هست و بالاخره مهندسم دیگه. بله صحیح. لطفا بفهمید که چایی رو بیارن. باشه. یاسمن جان، مادر، چایی بیار. ممنونم. خوش. بله دست شما درد نکنه. مرسی دخترم. دست درد نکنه مادر. بشین. بله خب اگه اجازه بفرمایید من یه مقدار راجع به کارم براتون توضیح بدم که اصلا بدونید من چه کاری انجام میدم و به چه صورتی هستش. خب همون دیگه که میدونید البته کارهای ساختمانی و مهندسی الان یه مقدار با رکود مواجهه دیگه. بعد عرض به حضورتون میخواستم خدمت رو عرض بکنم. خب وضعیت آهن که به هم ریخت، ما در فندرسیون زدن ساختمان ما آهن دیگه به کار نبردیم، دیگه سعی کردیم از قوطی روغن نباتی و نبشی و اینا الان داریم استفاده میکنیم. 18 طبقه میریم رو هم با همین وضعیت. عرض کنم که به هر حال چون سرشون شلوغ هست، یعنی این روزا بله به هر حال بازار کار به هر حال بازار کارشون راجع بازار کارشون صحبت. عرض کنم که من اگه اجازه بدین بریم سر خواستگاری استقام کنم بفهمید صحبت کنیم. ممنون از ایشون. به نظر من مهمترین چیز توی زندگی مشترک صداقته. بله البته مهتاب جو خیلی درست میگه، اما به نظر من مهمترین از توی زندگی میتونه عشق و
و محبتی که وجود داره خیلی مهمتر از صداقته. یاسمن جون ببخشید، شما نظرتون چیه؟ من بگم؟ بله بگید. نه همین الان بگم. خب بگید نظرتون چیه دیگه. خب من با اجازه پدر و مادرم. بله ماما بچه این جمله که جاش الان اینجا نیست مادر، بعد بهت میگم. به هر صورت تمام فرمایشاتون رو شنفتیم، اگر اجازه بدید ما هم یه چند مدتی فکرامون رو بکنیم، بعد به اطلاع شما میرسونیم. ایشالله توی فرصت مناسب جواب قطعی رو بهتون میدیم. برای چی گفتی من پدرتم؟ برای چی گفتی من آرشیتکتم؟ حالا فرهاد چی... تو آرشیتکتی؟ داداش فرهاد ساکت! سلام. نه ببخشید. کی؟ مال من. کی بهتون؟ با اجازه. برای چی دروغ میگی؟ ساکت! برای چی دروغ میگی؟ فرهاد دهنم در رفت. فرهاد دهنم در رفت. من... با دروغ آدم شروع میکنه؟ نه من دهنم در رفت. آشان بدونید که من خیلی دوست داشتم یه پدری مثل شما داشتم، دوست داشتم یه پدر با ابهتی مثل شما داشته باشم. دهنم در رفت. آقا برات شما که میدونید من صاحب پدر بالا سرم نبوده. از همون روزی که بابام زمینگیر شد شما رو میدیدم با خر سفیدتون برارت این برامون بر میرفتید، همچین یال و کوبال و دم خرتون رو با کاغذ رنگی تزئین میکردید، همه را میرفتید، از همه دلبری میکردید. من از همون موقع دوست داشتم یه پدری مثل شما داشته باشم. آقا فرهاد، تو خر داشتی؟ چرا تو حالا به من نگفته بودی؟ تازه نظرم جون هر سال توی مسابقات خرسواری داداش فرهاد نفر اول میشد نگه. نه کو خره؟ بریم اتحال فرهاد. یاسمنگولا آخ آخ، دختر کوچولو آخ آخ، نرگس گولا آخ آخ. یاد ننه خدا بیامرزم افتاده، اونم همیشه برام شعر میخون. خیلی خوب، من میگم دیگه ناراحتی کافیه، بهتره که زودتر شاممونو بخوریم. شام امشب پسرمون داوود درست کرده، ناچوفسکو درست کرده داداش فرهاد. مهتاب جون ناچوفسکو اسم این غذا هست، یعنی که سیب و شکر نخود. اسم این غذای اصلی برره‌ایه، بعد شیوه خوردن داره، مراسم آیینی داره که باید طبق اون خورده بشه. اینطوری یه تیک از این سیبو با سبزی‌های مختلفی که داره برمی‌داریم اینطوری، بعد توی شکر می‌زنیم. اگه بخواید شما امتحان کنید اولیشو. بعد یه دونه نخود هم اینطوری برمی‌داریم. نخودا باید حتما مال برره باشه. اینطوری اینجا می‌ذاریم. بعد سخت اولش یه مقدار، من البته چند وقت تمرین نکردم نمی‌دونم. اینطوری باید قشنگ خورده میشه، بعد خیلی غذای لذیذ و خوبیه. البته من ایسا قبلش بهتون بگم، شما نمیدونید این الان ما از سیب استفاده کردیم. خیلی پیشترها دوره مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگمون از پاچه استفاده میکرد که فوق العاده غذای لذیذ بوده. بفرمایید. آخ جیجا ایفا داداش فرهاد. فرهاد چرا ناراحتی؟ اولا من نوچوفسکو دوست ندارم، دوم من 18 سال از برره اومدم یادم رفته چه جوری از این غذا میخورن، سوم من برای چی دروغ گفتی؟ فردا آبرومون داره میره، با خیال راحت نش از این نوچوفسکو میخوری. آفرهاد حرف بزن. من همینجا هم شما همه عذرخواهی میکنم، فردا میرم خودم از همه اونا عذرخواهی میکنم. باید همین کارم بکنی. فردا هم با کوله باری از عشق ناکام برمیگردم میرم برره. آخ جون.
قضیه رو خودت یه جوری ماسمالی میکنی، آبروریزی میشه ها، اون وقت خفت میکنم ها. ببند. مفهوم این چیزایی که گفتم؟ بله. بفرمایی. جان چطوری؟ خوبی؟ قربون شما باشم. بار رو برای میزونه. خیلی ممنون. تشکر. آقا چایی بفرمایید. من چایی نمیخورم. فدات شم. بفرمایید. آقای بفرمایید. هدایت. مرسی. چیکار می‌کنی؟ الهی جان بگی. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قربون شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. قربون شما. خیلی خوش اومدید. قربون شما. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. من البته اومدن من به این شرکت اصلا جنبه تحقیق نداره، یه وقت جسارت نشه. بله من شما اینجا چیکار میکنید قربان؟ بله شما عرض به حضورتون خدمتتون عرض کنم پدر جان، بنده اون شب نشد خب کامل خدمتتون توضیح بدم که چه وضعیتی دارم توی شرکت. من اینجا خب رئیس شرکت هستم و پدر آوردم اینجا بالاخره دستشون بند باشه اینجا باشن دیگه، تشریف داشته باشن اینجا. مرحبا به شما پسر. قربون شما. واقعا فرزند خلف به شما میگن با این حسن نیتی که نسبت به پدر جون داری. بله بله قربون شما. محبت دارید شما. وحید جان چایی بدم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. چی چه خبره اینجا؟ از آقای مهندس داوود بپرسید. چی رو از آقای مهندس که رئیس شرکت هستن؟ یه لحظه ایزه بدین. جناب رئیس، این دروغ 13 است. من از زن عاشق دروغ 13م عزت میبرم اینکه آقا از من آبدار باشم. ببرن چایی بفرمایید. آقا بفرمایید من اصلا میرم واسه دروغ 13، حالا میرم برای تو این شیرینی هم میارم. ای والله بخورید. بله آقا ببینم الان مگه 13 به دره آقا؟ ها؟ یه لحظه ایزه بدین. آها جناب رئیس، اگر ما میخواستیم به روز 13 اینو اجرا کنیم که دیگه سورپریز نمیشد. خودشه درسته باشه. البته پدرجان من خدمتتون عرض کنم این آبدارچی ما کلن یه مقدار قاطی داره، اصلا کم داره. طفلی آقا داوود، خیلی دلم واسش میسوزه، خیلی بیچاره است. داشتم فکر میکردم که شاید یکی از کلیه‌هامو بهش بدم. ها خوبه مهتاب جون، اما شما مطمئنید که کلیه زننده به آقایون میخوره؟ البته داداش فرهاد من خیلی از دست این پسرمو داوود عصبانیه، بعد من فکر میکنم که اصلا دیگه هیچ کاری براش انجام نده. نه فرهاد اصلا اینجوری راجبش فکر نکن، ممکنه که ظاهرش نشون نده ولی یه قلب داره آخ مثل طلا. نه اتفاقا از اونجایی که من خواهر داداش فرهادم میدونم که داداش فرهادم خیلی کینه یا عصبیه، اصلا توی برره میدونی بهش چی میگفتن؟ بهش میگفتن فرهاد چطور. فرهاد شد چیز. نه از وقتی که ازدواج کرده خیلی مهربون تر شده. نه چی شده؟ من تو رو آتیشت میزنم. فرهاد چی شده؟ ای آبرومو برده آخه؟ ای تو اداره اومده گفته من آرتیشکتم. تو آرتیشکتی؟ تو مهندسی؟
خیلی خوب. خب آقا داوود راست میگه دیگه، چرا همش دروغ میگی؟ اشکال نره ازش، خب کارش را نمیفته. باز این حرف زد؟ ولا پرده، ولا پرده، ولا پرده اون سک بوانی برا پر پایین چپلا. غلط کرد. این آش نهی بکر، این آشیه که میگم خودتون باختی، خودتونم درستش میکنی. آتوغرل، آتوغرل، فرمایش به آقا توغرل. بکش کنار بینیم اما و شروع کرد مراسم مسخرش ها. آتوغرل، میخواستم خدمتتون عرض کنم که آقا فرهاد طبق بگومنگوهای متمادی من از خونش بیرون کرده، من اگه اجازه بدید پیش شما باشم. من دلم نمیخواد که ریختی یک برره ای رو ببینم، حالم از هر چه برره ای به هم میخورم. تو میخوای بیای اونجا؟ چرا آخه من کشکی پدرم رو گاو نزده بود، مادرم جفت کلیه ها شاید دست بده کار بیافته، من مجبورشم کلیه بهش بدم. من کلیه الان داشتم، بعد کباب شد داداشم تو خونه آتیش گرفت، خونمون از بین رفت، اصلا رهی فلک میشدم پشت فلک توی سر کار. بعد رفتم نونوایی، تو نونوایی هم نذاشتن کار بکنن، بعد من خودم دست بسا تمام شد آقا جان. تأثیر گذار تمام شد گفته ها، دیگه بحث دیگه اینی، بلای دیگه سرت نیومده. خیلی بلاهای زیاد، خیلی. خب بسا همینجور یک دقیقه بسا. دست شما دارم. کتابت مرزا این تلفن خودتون تماس میگیرید حلش میکنید، میفرمایید که دروغ گفتید. فقط به شرط که شما خوش اخلاق باشین. یالا الو سلام، خوبین شما؟ من شادیم، دخترموی داوود که قرار بعدن بشه شوهر دختر شما، داماد آیندتون. بله خوبین شما؟ داداش فرهاد خوبم، مهتاب جونم همه خوبن. بله خواهش میکنم، من تماس گرفتم که بهتون بگم که یاسمن جونم خوبن دیگه. خب باشه، سلام برسین، چشم پشت، خدافز. قطع کردن. حلش کنین امشب. خب چرا داد میزنی؟ زنگ میزنم من خودم الان میگم. سریع تر لطفا. بله چند بود شما؟ الو سلام خانم آشتیانی پور، حالتون خوبه؟ من مهتاب هستم. بله بله الان شادی جان بهتون زنگ زد. خوبین شما؟ یاسمین جون خوبم، خیلی سلام برسونین. خانم آشتیانی پور من میخواستم بگم که من یه لحظه گوشی بگو دروغ گفتیم. بله نه فرهاد داشتن میگفتن که سلام برسونید. آره فرهاد داشتن میگفتن که نهار تشریف بیارید پیش ما. بله بله ما منتظرتونیم حتما. خداحافظ. چی گفتی الان بهشون؟ ببخشید خب من فکر کردم
میگم که بیان روبرو صحبت کنیم خیلی بهتره. پای تلفن نمیشه. آره نمیشه دیگه فرهاد، اونجوری بهتره. خب خیلی خیلی خوش اومدی. بله محبت کردی. از بوش معلومه که باید تنظر خیلی عالی بود. نوشه جان. واقعا عجب خونه زیباییه. من به حسن سلیقه مادر آقای مهندس واقعا تبریک میگم. خیلی خونتون زیباست. آدم باورش نمیشه که میگین مادر آقای مهندس. ماشاءالله اینقدر خوب موندن که اگه میگفتم برادرمه بیشتر باورمون میشه. بله دیگه، به خاطر اینه که مادرم یه مقدار منو زود به دنیا آوردن، به خاطر اینجوری شد. بله داوود جانم راست میگن. بله ما در واقع عرض کنم که از شما خواهش کردیم که امروز تشریف بیارین اینجا تا داوود جان یک اعترافی میخواستن براتون انجام بدن که خب گفتنش یکم براش سخته، برای همین یه ذره طول کشید. الان خدمتتون عارض میشم. بله البته من جا داره این مسئله رو اعتراف بکنم که من هنوز با پدر مادرم زندگی میکنم. البته یه خونه در پنت هاوس یک برج پیش خرید کردم. البته 2 سال دیگه حاضر میشه این. اگه عروس خانم ناراحت نباشن و شما راضی باشید این 2 سال رو پیش پدر مادرم باشیم و پیش پدر مادرم زندگی بکنیم تا اون حاضر بشه اون خونه که پیش خرید کردیم. بعدا پدر مادرم هم خیلی خوشحال میشن، من مطمئنم اینو. من اصلا فکر نمی کردم یاسمن بتونه با پدر مادر شوهرش توی خونه زندگی بکنه، ولی از بس ماشاءالله پدر مادرش خوش اخلاق هستن که فکر می کنم از این کار زیاد ناراضی نباشه. نظر شما چیه خانم؟ البته همطور که شما می فرمایید، منم با خیال راحت یاسمنو می سپرم دست شما. یاسمن جان تو خودت مشکلی نداری؟ من با اجازه بزرگترا نه. مبارک مبارک. پسرمو داوود. بله من توی زندگیم خالیبند زیاد دیدم، اما شما یه چیز دیگه ای. تشکر میکنم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. خیلی لطف کردیم قربان شما. خیلی متشکر. ممنونم مرسی. من یه چیزی یادم رفت ازتون بپرسم. خواهش می‌کنم. عروسی رو می‌خوایم کجا بگیری؟ پدر جان خب همینجا هست، باغ هست دیگه پدر جان. همینجا می‌گیریم دیگه. بله بله بله. خوبه. باغ بله همینجا دیگه. خیلی خوبه. بله. هر صورت ممنونم. قربون شما. خیلی خیلی لطف کردید. قربون شما. تشکر می‌کنم. قربون شما. خیلی متشکرم. قربون شما. خیلی خوش اومدید. خدا حافظ. خیلی خوش اومدید. خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خدا حافظ. باغ همینجا هست گفتی؟ آره دیگه باغ بزرگی که همینجا همین حیات خودمونه. بکل یه ندارم، بکل یه ندارم. موسیقی
مهتاب چیه؟ الهی مادر واسد بمیره. نگاه کن بذارم مثل شاخ شمشه چقدر خوش. بله؟ تو قضیه رو جدی گرفتی؟ حالا میفهمم یه مادر شب عروسیش چه احساسی میتونه داشته باشه. الهی واسد بمیره. مهتاب این پسرمون نیست این شالاتان کلا برده. برو بابا الهی که دورش بگردم. همیشه تو خواب میدیدم دامادم آرشیتکتش. الهی شکر خوابم تعبیر شد ماشالله. آقا فرهاد بعد به شما واقعا تبریک بگم با داشتن یه همچین پسر مهندسی که شما رو هم تو شرکتش استخدام کرده. بله من غیر وظیفم کاری انجام ندادم. من میدونید که پدر مادرم همه چیزم هم. در ضمن من یه نظری داشتم یه ویلایی رو در شمال بسازم. حالا دیگه با داشتن یک داماد مهندس حتما ایشون در مورد نقشه اون ویلا به بنده کمک خواهند کرد. بله اگر ویلات رو بخواید بسازید من که نمردم. خودم آرتیشکتم. همه کار نقشه هاشو همه کاراشو خودم انجام میدم براتون. رو تخم چشم. لازم نیست به هیچ آرتیشکت مهندس دیگه هم شما صحبت کنید. من خودم در خدمتتون هستم. با اجازه شما و با اجازه حضار گرامی عرض به حضورتون ضمن خوش آمدگویی به میهمانان برره‌ای و غیر برره‌ای خدمت همگیتون خوش آمد عرض میکنم. ایشالا که خیلی خوش آمدید. عرض به حضورتون ما میخواستیم مراسم برره‌ای رو شروع بکنیم. دور اول میخواستم به افتخار پدر عزیزم انجام بدم. اگه موافق هستید کف بزنید. آقا برنواز میشه آقد اومد. میدونی چیه؟ من یه پیشنهاد خیلی خوب دارم. من میگم که اصلا یه کار کنید. خب شما این پسرمو داوودو به فرزند خودگی قبولش کنید تموم دیگه درسته. شادی تا نزدم محکم که گردنت بشکنه برو. داوود جانش فرهاد آبرو ریزی نکنید جان. یا همین الان بله حقیقت رو میگی به همه یا من این بالا وای میسم به همه میگم ماجرا. تصمیم تو الان بگیر. آرومتر آفراد. من همیشه تو رویاهام برای خودم یه همچین پدر مادری نمیشنوم.
من همیشه تو راه رویاهام فرهاد برای خودم یه همچین پدر مادری، یه همچین مراسمی، یه همچین باقی، یه همچین مهمونایی که بلندشم ولایت بیان اینجا، یه همچین جشن باشکوهی، یه همچین دختری، یه همچین عروسی که من دوستش داشته باشم برای خودم تصور میکردم و میدونم این رویا رو خیلی کشش دادم. میدونم دیگه این به بعد نمیشه بیشتر از این کشش. من خودم میرم اعتراف میکنم. بفرمایین. سلام علیکم. سلام. حالا شما خوبه؟ خوش آمدین. حالا چطوره فرهاد جان؟ خیلی ممنونم. تشکر. ممکنه به ما هم توضیح بدیم بدونیم امشب اینجا چه خبره؟ چقدر زود اومدین شما؟ خب مادر جون، ما دنبال اون آب جایی که بودیم تو لواسون اونو پیدا کردیم، یه ویلای نقلی مان. ما اینی که اومدیم شما رو هم ببریم اگه بشه قولنامه کنیم. حالا بگو اینجا چه خبره؟ خب عروسی نوتونه دیگه. ها؟ من معذرت میخوام، اینا کلا امشب اینا هر کی اینجا هست اصلا اختلال حواس داره. شما خودتون رو ناراحت نکن، همه اینجا اختلال حواس دارن. آقای دارن خطبه میخونن. وکیل هستم. بله بله، مبارکه. عروس خانم، از شما سوال میکنم. بنده وکیل هستم. عروس رفته گل بچینه. وکیل هستم. بگو بله دیگه. نه خیر. یا سمن، یعنی چون خیر؟ نه ببخشید، من واقعا معذرت میخوام، ولی من باید یه چیزی رو اعتراف بکنم. ببخشید، معذرت میخوام، ولی چیز من بگم، من دختر واقعی این مادر پدرم نیستم. من چیزم، من فقط پیششون کار میکردم. من باید یه چیزی رو اعتراف بکنم. من فقط پیششون کار میکردم. یعنی میدونی من باید ببخشی، من همینجوری دختر ساده اومدم اینجا پیش این خانواده کار کردم. دروغ گفتم بهتون، ببخشید. اجازه بدید حضار محترم، خانم و آقایان توجه بفرمایید. این دختر من انقدر دختر خوب و مهربونیه و از اون وقتی که ما فهمیدیم که آقای مهندس رو دوست داره، واقعا طاقت نیاوردیم دلش رو بشکنیم. درست. و باهاش موافقت کردیم ما این عروسیش، و بسیارم دختر خوبی هستش و واقعا ما این دختر خودمون اینو دوست داریم. بله. آقا این هیچ دست کمی از کلاهبرداری نداره. ببین بابا. ببخشید. من آقای عاقد، لطفاً لطف بفرمایید یه بار دیگه. بله. از عروس خانم سوال بفرمایید. بله. عروس خانم، بنده وکیل هستم. Thank you.
برای چی گریه میکنی؟ آخه فکر میکنم درست اینه این که نقی خودم عروسی میکنه. دی بابا آله. من میخواب افتخار این مراسم خودم تکی و رای عروس و داماد مراسم و برره ای اجرا کنم. عمو جان بهترین اجرا کننده این مراسم تو برره از 50 سال بیرقیبه. بابای منه. نه بازانید بابا.